حسنا سادات تا با حال کار کرده که باعث خجالتی فامیل شده باشه؟ بله. بیننده های عزیز سلام. همانطور که می دانید حسنا سادات شبانه به گفته بعضی از منابع بعد از خوردن شراب و داشتن رابطه زناشویی با بدن لخت از طبقه چهارم به زمین انداخته شد. این در حالی است که برخی از منابع می گویند به دنبال کشته شدن حسنا سادات اینک برادر و مادرش نیز نزدیک بوده که به سرنوشت وی گرفتار شوند. اما آنها پس از تماسهای مکرر به خانه و نزدیکانشان نجات یافتند. با گذشت چند روز از نبود حسنا سادات، اما باز هم بگومگوهای زیادی در مورد وی وجود دارد. آیا حسنا سادات توسط طالبان و یا حداقل از ترس طالبان کشته شده است؟ آیا طالبان در این قضیه دست دارند یا اینکه آنها هیچ نقشی نداشتند؟ این خانم هم از ترس تعرض و دستگیری و بازداشت این گروه تروریست به بالکن خانه خود می روند و متاسفانه از آنجا به پایین پرت میشن. و آیا حسنا سادات با شوهرش که در حقیقت شوهر دومش بوده و زنی دیگر هم دارد مشکل داشته یا خیر؟ من خانم دیگه هم دارم. خانم دیگه دارم، سه تا طفل از او دارم. باز من امروی حسنا جان که معرفی شدم، بس بالاخره توافق با میکردیم که باید ازدواج کنیم. ما در این برنامه تلاش میکنیم تا معلومات تازهی که در این مورد جمع آوری کرده ایم را با شما در میان بگذاریم. در ادامه با حاشیه باکس همراه باشید. و دنبال کشته شدن حسنا سادات هم اکنون برخی از منابع میگویند که شوهر حسنا سادات که مصطفی نام دارد قاتل اصلی حسنا سادات است. این منابع که مدعی اند که از نزدیکان حسنا سادات بوده و سالها با او در ارتباط بودند می افزایند که تمامی گفته های خانواده حسنا سادات از روی مجبوری و خلاف واقع است. آنان علاوه کردند که دستان حسنا سادات زخم بوده، بدنش کبود شده و آثار لطکوب در قسمت‌های گردن، پشت و پهلوهایش به صورت واضح دیده می‌شود. او می‌گوید که قسمت‌های از توشک و فرش‌های خانه حسنا سادات نیز خونین بوده است که این موضوع از دید رسانه‌ها و خبرنگاران پنهان شده است. با گفته این منبع که مدعی روابط چندین ساله‌ای با حسنا سادات است، حسنا سادات کسی نبود که بخواهد خودکشی کند و از دو کودک دخترش که بسیار آنها را دوست می‌داشت دل بکند. این منبع تأکید می‌کند که طالبان خانواده حسنا سادات را تهدید کردند و با آنها و به خصوص پدر و مادر وی دیکته کردند تا به خبرنگاران و رسانه‌ها بگویند که حسنا سادات مشکل شدید عصبی داشته و الکل مصرف کرده و سرانجام خود را از بالکن خانه خودش به پایین انداخته است. میگه دختر ما تفلیم تو اکسوبیان وری یک تکلیف داشت، مریض بود. بکردم که مشکلاتی که داشتی دنیش او روز یک کمی سیستم مشکلات عصبی زیاد واقعا برش پیدا شده بود. یعنی او میگوید که متهم اصلی در پرونده حسنا سادات مصطفی شوهر حسنا سادات است و باید او تحت بازجویی قرار گیرد تا لایه‌های پنهان قتل حسنا سادات مشخص شود. این منبع علاوه کرده است که او تا ساعت 12 بجه شب جمعه 9 قوس یعنی شب مرگ حسنا سادات با او در ارتباط بوده است. وی افزوده که تا ساعت 12 شب با هم قصه می کردیم، حسنا سادات لباس شسته بود و پسر مامای شوهرش نیز در خانه حسنا سادات مهمان بوده است. ما آمدم تا صدف و از ما بچه ماما زنگ زد گفت من میایم پیشت مهمان، گفتم بیا خیر خوشم می. به ادعای منبع مصطفی شوهر حسنا سادات دست زدن داشت، گاهی بی خود می شد و حسنا سادات را به شدت لاتکوب می کرد. منبع علاوه کرده است که من خودم چندین بار شاهد برخورد خشین او با حسنا سادات بودم. به ادعای این بانو که نمی خواهد نامی از وی برده شود، شب قتل حسنا سادات زمانی که آنها به
جر و بحث شروع میکنن، همسایه های او به چوکیدار آن ساحت تماس میگیرند. وقتی که سر و صدای آنها طولانی میشود، چوکیدار به طالبان خبر داده و طالبان به زور به خانه سادات رفته و دروازه او را شکستانده و وارد خانه اش شدند و پس از آن این اتفاق رخ داده است. این خانم هم از ترس تعرض و دستگیری به بازداشت این گروه تروریست به بالکن خانه خود می روند و متاسفانه از آنجا به پایین پرت می شوند. و این زن و نقل از همسایه های حسنا سادات می گویند که حسنا سادات در حدود یک ساعت جیغ می زد و کمک می خواست، اما هیچ کسی به کمک او نرفته بود. او می گوید ساعت 4 بجه شب به مادرش زنگ زده و گفتند که به خانه حسنا بیاید. وقتی مادرش به آنجا می رسد با جنازه حسنا مواجه می شود. باز قبل در خانه بوتل شراب موندگی بود که از ما استفاده کردم. البته سر صدای ما فکر می کنم که زیاد بالا شد و بلند شده بود. منبع می افزاید که حسنا را از طبقه چهارم ساختمان پایین انداختند که در نتیجه مغزش برآمده بود و استخوان دست ها و پاهایش شکسته بود. وی می افزاید که خانواده خانم سادات شدیداً تحت نظارت قرار دارد و تمامی رسانه ها و خبرنگاران در هماهنگی با نیروهای طالبان در خانه حسنا سادات برای تهیه گزارش می روند. پدر حسنا سادات هم در بخش از سخنانش می گوید که وقت فردی به من زنگ زد که دخترت خودکشی کرده و مرده است. من به او توهین کردم و دشنام دادم. طالبان اما می گویند که نیروهای آنان هیچ نقشی در کشته شدن و مردن حسنا سادات ندارند و حسنا سادات بر اثر مشکلات روانی، بیماری و خوردن شراب بیخود شده و به زندگیش نقطه پایان گذاشته است. به گفته طالبان، نیروهای طالبان در زمان زنده بودن حسنا سادات به ساحه نرسیده، بلکه زمانی به ساحه آمدند که حسنا سادات از طبقه چهارم خود را پایین انداخته و به زمین افتاده بود. طالبان میگویند که تحقیقات طب عدلی هم نشان میدهد که حسنا سادات شراب خورده و در شب جمعه مست بوده است. به گفته طالبان، با این وجود باز هم یک نفر بازداشت شده و پسر مامای مصطفی شوهر حسنا سادات هم از ساحه فرار کرده است. طالبان میگویند که آنها به دنبال وی میباشد و سرانجام وی را نیز بازداشت خواهند کرد. گفتنی است که حسنا سادات باشنده اصلی قریه نولابه ولسوالی روخه ولایت پنجشیر است و فارغ صنف 12 همه مکتب بوده است. حسنا سادات در چندین فیلم سینمایی نقش بازی کرده و مدتی نیز کارمند شبکه تلویزیونی خورشید بوده است. او 6 سال پیش از شوهر اولش جدا شده و 2 دختر به نامهای ستایش و نیایش از وی به جا مانده است. به گفته منابع، همکنون ستایش دختر بزرگترش 9 ساله شده و نیایش دختر کوچکترش هم 7 سال سن دارد. حسنا سادات مدتی پس از تسلط طالبان بر کشور به ایران رفته بود، اما به دلیل بیکاری و عدم پشتیبانی مالی از خانواده‌اش دوباره به افغانستان برگشته بود. همکنون خانواده و نزدیکان حسنا سادات میگویند که در قتل حسنا سادات نه شوهرش مصطفی و نه هم طالبان دست دارند. آنان در گفتگوهای زیادی که با چندین یوتیوبران انجام دادن میگویند که حسنا سادات مرگی داشت و همکنون مادر و یک برادر صنف 12 او نیز به همین مرض مبتلا میباشد. به گفته خانواده حسنا سادات، چند روز قبل برادر حسنا سادات نیز در مسیر آمدن از مکتب به سوی خانه در مسیر راه و در یک پارک افتاده بود که صنفی های وی به خانواده وی تماس گرفته و این پسر را به خانه آورده بودند. مادر حسنا سادات علاوه کرده است که نسخه های حسنا سادات موجود است و چندین تعویض از ملاها هم برای او گرفتند. به گفته مادر حسنا سادات، حسنا سادات گاهی از خود بی خود می شد و چندین بار دست به خودکشی زده بود. پدر حسنا سادات هم می گوید که رسانه های خارجی در مورد حسنا سادات دروغ می گویند و امیرالله صالح هم در این قضیه مقصر است. وی می افزاید اولین کسی که این موضوع را رسانه ای کرد امیرالله صالح بود. وی می افزاید که امرالله صالح برای پنجشیری ها خدمت نکرده و همکنون حق ندارد که تا در مورد قضیه دخترش حرف بزند. هواداران و یوتیوبران هوادار طالبان هم می گویند که دروغگویان و مخالفان طالبان بدنام شده و بر همه آفتابی شده است که حسنا سادات توسط طالبان کشته نشده، بلکه چندان خانم درستی نبوده و بر اثر شراب و کباب مرده است. آنان میگویند هر کس که به شراب نوشی، عیاشی و بی‌بندوباری دست بزند، سرانجام به همین وضع گرفتار خواهند شد. دوستان عزیز، این بود معلومات تازه‌ای که در مورد حسنا سادات دست یافته و آنان را با شما شریک کردیم. به محض دست یافتن به معلومات تازه دیگر، آنها را با شما در میان خواهیم گذاشت. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.